آه یادش. آولیمو رو به خاطر از این درست کردن که شدت گرمی زیاد است، بچه میوز نوشابه و دوغ اینا که آولیمو بهتره. آولیمو رو به خاطر از اینکه امروز خیلی شدت گرمی زیاد است. همه از این چیزا بگیرن دیگه. بسم الله، از خوش آمدین با نام یاد خدا. سلام و خسته نباشی خدمت همه دوستای عزیز. خدا کنه که در هر جایی از این کره خاکی هستین با فامیلایتان یک زندگی خوب و خوش را آغاز کرده باشین. طبق معمول ما دیگه بازم فامیل فهیمی با یک ولاگ فامیلی آمدیم خدمت شما حاضر شدیم. دیگه خدا کنه که همه تان خوب باشین، سرحال باشین. چیال دارن که گرمی ها سردی ها طرف های ما خیلی گرم هسته. دیگه ما زیاد پر حرفی نمیکنم، اول هم تو دایرکت میتونم مامان بابای من یک سلام علیکی کنه. دیگه باز با هم دیگه هستیم گپ میزنیم. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور و سعدمند باشین، در کنار فامیل خوش و خندان باشین. امروز قسمی که صحبت کردن که آجر جان غذای امروز چی هست؟ زمرد پلاو. زمرد پلاو میخواییم با امروز زمرد پلاو یک غذای که اصیل افغانی است که با دیگه برنج ها متفاوته. ما برنج قابل پلاو خوردیم، تمام چیز خوردیم، اما زمرد پلاو یک چیز جدید است که سفرهای خانه شما را رنگین تر میکنه. با زمرد پلاو شما ما مهمان خانه های شما خواهیم بود. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تمام کسایی که ما رو بیننده هستن. امیدوار هستم در هر جایی که هستین لباس عافیت بتن داشته باشین و خوب و سلامت کنار فامیلاتون زندگی آرامی داشته باشین. دوستا ای تو شد که شو بابای ما سودا مودا خواست ما میخره میاره. دیگه باز گفت که به خاطر از اینکه امروز بعیدم خانه بوده، حال خود چه اونجا قرار کرده رفته شش سایک تو گفت که چی پخته میکنی، به خاطر که وعید الله از ما یک ذره برنج خور است. ما در کل به خاطر اقتصاد همه نان و اینا تو میشن اون خوش کم برنج کسی بسیار با صرفه است. باز گفت الله چی پخته میکنی اونجا، گفت چی میخوریم چی نمیخوریم. باز ما گفتم بیا خی یک غذای همه تو اصیل بسیار خوب پخته میکنیم که اسمش است زمرد پلاو. این زمرد پلاو که است بسیار موادای جزئی کار داره و در که شما فکر میکنین و سخنی هسته. مثلا یکان مهمان داشته باشین، یکان کس خانه تان میخواین یک زن نواوری کنین، برای نواوری مون به نظر من زمرد پلاو، مثلا زمرد پلاو داریم، یاقوت پلاو داریم که باز امیار تای مراحل باز ما پخته میکنم. بخیر امروز نوبت هم از زمرد پلاو شد بود. دیگه زمرد پلاو انشالله که پخته میکنیم. ای کدی دو رقم گوشت پخته میشه، هم کدی گوشت سرخی میشه، هم کدی گوشت مرغ میشه. خب باز ما امروز تصمیم گرفتم کدی گوشت مرغ پخته کنم. گوشت سرخی زیاد خوردم، گفتم که خدای نکدگی مریض اینا نشیم. همه مرغش خیلی خوب است. دیگه خود دوستا تشکر از اینکه برنامه های ما رو شما همیشه بیننده هستین، لایک و سابسکرایب میکنین. خیلی خیلی تشکر از طرف کل فامیل. دیگه من تشکری میکنم. دیگه باز ما به حمایت های تا نیاز داریم. دیگه سابسکرایب کنین، لایک هم کنین و کامنت های بسیار زیبا انگلیسی میمونین، فارسی میمونین، هر چی که موندین. انشالله باز یک برنامه کامنت خانی خود گرفتیم به خاطر از اینکه کامنت ها ماشاءالله چی کامنت های قشنگ قشنگ بر ما دادین. خیلی تشکر از شما و ایجان یک جور بخیری بکو دیگه. سلام خدمت همه دوستا عزیز و وطندارای گل، امید که جور سعدمند باشین. امروز دیگه برنامه خوردن ندیگه، نه دیگه برنامه خوردن ندیگه. پیشرک از گرمی گپ زدی دیگه، کم مانده می گرمی بخیر خلاص شد. گرمی بخار سید یه عرق کلی آدم خرم بوی گرمی خود دل آدم از گرمی مایک اینجا آجر گفتم که رو وعید موگه گرمی ما، گفتم که از ما از همی صبح که بول موشین به خود در حمام ایش نوبت نه، یکی حمام در بالا یه در اتاق در اتاق کل جای حمام هست خواهد دیگه. هر در قرصات نوبت بریم زیرا مصرف آب هم قضیاد هست که توبه هانیه و نیلوفر و علی و که در نظرم روزی دو سه دفعه حمام مورن دیگاه که هر روز یک دفعه همی تو روز دو دفعه میزه مثلا سابونه و شما به یک متوجه بیادبی ماف باشه. یک وقت من که
بودم دشتی که میرفتم دایره حمام میرفتم. آل دیگه قدر حوصله نمانده. آل علی نیلو روز 3-4 بار حمام میره. دست گرمی. سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین و خوش آمدین به یک ولاگ جدید فهیمی فیملی و تشکر که بر ویدیوهای از ما رو بیننده هستین. Hello guys, and today my sister cooks zamarud palav, and thank you for the subscribing our video and liking subscribing our channel Fahimi Family and liking our video. Don't forget to comment me. آفرین. آل فارسی چی بگم؟ سلام دوستای عزیز. مردم ایرانی رو من زیاد گپایشم نمیفهم که چی میگن. چرا فارسی داری ماما؟ سیدمون انگلیسی صحبت که بس هست. دیگه دفعه باز فارسی صحبت رو. نیلوفر بذار اردو داری. نیلوفر میدار. یه زبان از قشیری نتو داریم اردو گپ بزنم. اسلام علیکم گایز. کسی ها امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہو اور دنیا میں ہر جگہ کے ہو ٹھیک ہو. آج میری بہن زمرد پلاؤ پکاتی اور ابھی تک میں نے اس کو نہیں کھایا، آج کھائیں گے، دیکھتے کیسے ہے. ماشاءاللہ آفرین. یک دقیقہ جک امید ہے کہ میکروفون جا علی یاسر بو نیلوفر بو اینجا گرمی است که یہاں پر اتنا گرمی ہے کہ میں بتا بھی نہیں سکتی. ٹک ٹاک میں نے اس دن ایک ویڈیو دیکھی تھی، بولتی ہے کہ پشاور میں جو ہے جہنم بالکل یعنی جہنم جیسا ہے، اتنا گرمی ہے پشاور میں. خدا بت دیگه ہم شریت بت گفتم که عزیزای تو هسته که من سر خور بیادر خودم هانیه اینا زیادتر بابای مگه که اینا باید خوب مثلا گفتارش یا رفتارش یا زبانش یا کلن کل چیش مکمل باشه. از او خاطر اطفال های شما هم که در خانه هستن واره هیچ وقت سرزنش نکنین، نمکنیم هم تو داخل خانه، هر مقصد زبان فارسی خودونه یاد بگیره، دیگه با هر زبان های دیگه هم که نواوری مثلا یاد میگیره کوشش کنیم بذارین که وا حرف بزنه. مو در خانه بابای من همیشه مگه بانین که یا حرف بزنه، دیگه مو همیشه میمونیم که اون حرف بزنه. شما هم بذارین اگه اطفالتان اون زبان یاد داره برش خیلی خوب است، زبان انگلیسی و مچم اردو و فارسی و ترکی. یک روز دیگه علی یاسر آمادم مگه که نه نیلوفر مگه آبجی من یک زبان دیگه هم یاد گرفتم از آرگی که یک لحجه او از آرگی یک مگه که من از آرگی یاد گرفتم. میگم که خود چرا قم یاد گرفت؟ یک دو کلمه یاد گرفته بوده. گفتم نه یکی هست یک لحجه یه تو یک زبان نو یاد بگی. مثل مردم ایران هست اصفهانی لحجه هستن، شیرازی شمالی اینجا افغانستان هم زبان هست به خود ما زبان ازارگی هستن. آره زبان دری زبان بومی خود ما هستن. اینا باید کلن اول باید زبان خود ما رو یاد بگیره باز بعدا اونجا. دوستا ما در بعض مسافرت ها وقت که میریم وحیده که میبینن کل اگه دور میخوره سونش مگه چاینا 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 باز پیش ما میگم مگه چاینا باز ما وحیده میگم نه مادر از این چاینا سک مازیم یکی دیگه شد اتفاقا آمده بود سون مادر سر میکنم ها چاینا چاینا باز نیلوفر وقتی که اردو صحبت میکنن میگفتی بسیار خوب و روان صحبت میکنن چطور ماشاءالله تخته میگم مادر از که هست اردو زبان هست. باز هم اینا مردم خوبی هستن، خوش باور هستن. نگه یک دنیا از شما که بیننده ما هستیم اینال ببینه که ادامه غذا چی میشه. ادامه غذا چی غذا اینالی که ما خب برنج ناخو در خانه داریم. گفتم که تو برو اینال فقط بر ما مرغ بیار. رولا کامره رو یک طرف از ما بگی. تو در اونجا تبصیره داریم و در خود ما اینجا گپ میزنیم که از بابا در معامله هم کردم که برو دیگه سودار بریم برنج ناخو در خانه هست. تو فقط برو مرغ بیار. دیگه یک دو دیسته از دو دیسته نه سه دیسته. پاکستان دیگه خیلی تعارف شدید پیدا پاکستان کلگی خبر داره که چی وضع هست. آه دیگه دو چهار بحرانه. یک سه دیسته با پالک بیار
دیگه دیگه مواد خاص کار نداره دیگه. آه در خانه هسته. خب ما دیگه شما را سردرد نمیکنیم، باز برم اینال بابایی را من پیش سودا رای میکنم. ما کده شما مرم داشپزخانه، کده ما داشپزخانه باشیم. ویدیوی بیریانی از ما خوب بازید خورده، خوب بالای 6 تا 7 که میگم باید دوستا رو یک بیریانی بود درست بکنیم با تجربه جدید. از زای ما راست مگر رولا در اونجا خواب مایک صدایش نموره. بیریانی ما خیلی خیلی بازدید خورده، تشکر که شما طرفدار زیاد پیدا کرده. دیگه از که کامنت هم دادن و زنگایی که زدن یک دنیا تشکر. من انشالله یک بیریانی دیگه پخته میکنم، البته با شیوه های متفاوتر. باز منتظر برنامه های بعدی از ما باشین. آل بریم دیگه آشپزخانه. خانم ایرانی گفته بود که شما داخل بیریانی یک قدم مثلا میزی ضرر نداره. می تو هست که ما هر دفعه بیریانی پخته نمیکنیم. ای که نامش هست بیریانی، بیریانی که هست با می مواد چی که هست، کل بیریانی فقط سر مصالحش هست که ما مصالحه میندازیم. او هم که بابای من مورا هر دفعه خورده نمیذاره به گفته شما، که از خاطر که او زیاد مواد مصالحه کار داره. باز دیگه ان شاء الله نقصی که در بدن داره، باز ان شاء الله ما بیریانی هم خود پخته کردیم، بیریانی متفاوت تر دیگه کدما باشن. آلبالو پلو داریم، یاقوت پلو داریم. دیگه شما فقط یک برنج که هست مثلا شکر که مردم دستش داغ میکنه، یا برنج صاف صاف و از این رقم برنج رو پخته کنین. دیگه که مهمان به خانه تان بیای بگه واه واه چی کرده این نفر، این رقم کارا کنیم. بیا بریم آشپزخانه یک دفعه. خیلی خو عزیزا خوش آمدین. دیگه شما گفت و شنود های مامان بابای مرا و فامیل شنیدین، چی گفتن که ما چی پخته میکنیم چی نمیکنیم. دیگه وار گفتم که من برم طرف آشپزخانه و این خود رساندم طرف آشپزخانه. عزیزای ما امروز دیگه شما حدس بزنیم که این اون چه خود خانه گفتیم که ما چی پخته میکنیم. دیگه ما امروز یه غذای متفاوت تر از پخته میکنم، که غذا دیگه خیلی خوشمزه، خیلی رنگ و روخش خوبشی هسته، به اسم زمرد پلو. زمرد پلو که هسته شما میتونه خانه تان که بخیر مهمان بیای، یکان دوستا آشناهایتان که بیای، دیگه میتونه سفره تان با این رقم برنجا دیگه خوب همی تو مثلا تزئینش خوب باشه و سفره تان رنگین تر باشه، میتونه نزی برنج پخته کنین. من گفتم که رولارم گفتم که بیای یک دفعه کد از ما چیز کن، مواد لازم میشه بر شما نشان بدم که شما ببینین، شما یاد بگیرین. گرچه میدارم شما یاد دارین، گفتم که ما شاید که بخیر در خانه خدا نمازی پخته کنیم. و تشکر که لایک و سابسکرایب کردین، برنامه ما رو شما بیننده هستین، یک دنیا سپاس از شما عزیزا. دیگه برنج خو من اینجا ترکده موندم، برنج قبلا 3 ساعت پیش من ترکده موندم. و اینی مواد اصلی زمرد پلو ما که هست عزیزا، پالک هست. ای پالاگا اینال ما دست رو عمل شما کنم که شما چیکار میکنین. در زمرد پلاو که هست ای پالاگتان از جوسر میکشین، مالی را اول می تو کلان در شما نشان دادم، بازی را از جوسر هانیه را میتونم که بر من بکشه. جوسر ای را که کشیدیم بازور را من برتان نشان میتونم. مواد زمرد پلاو که هست خود برنج، پالک و مرغ، یگان تا دوست داره که گوشت سرخی باشه و یگان تا دیگه مثلا دوست داره که مرغ باشه. من این مرغ قبلا گرفتم یخنیش کردم و به خاطر که گفتم وقت برنامه ما گرفته نشه. در اینجا که هست عزیزای نه، من مرچ دلمه دارم که خلالی کردم، مرچ سرخ دارم، مصاله برنجی دارم، مرچ سیاه دارم، زردچوبه دارم، نمک دارم. اینال بسم الله کردم آغاز میکنیم که اول ما باید چی کار کنیم. خب ایره خب ما براتون گفتم که ایره جوسر تر کنیم، باز که کار میه. آو یخنی را ما کده برنج یک جای کار میگیریم. ایره عزیزا سعی کنیم که ما شما چی مگم، من ایره یک بخش میگیرم، یک ذره مثل یک ساس و لواب جور میکنم که در پالوی برنج بخورم، و یک مقدار شه کده برنج یک جای دم میتونم و آو یخنی را کده برنج یک جای دم میتونم. حالا میخوایم ایره با هم دیگه جور کنیم. اول چی کار میکنیم؟ زعفران دارم من، شما ببینین که زعفران هست. خب زعفران اول میگیریم، اینا در سر مرغای خود میندازیم، این اول سرخش میکنیم، یک کمک به مقدار لازم نمک میندازیم، یک مقدارم مصاله میندازیم و مرچ سیاه میندازیم کم. حالا این را چی میکنیم دوستای عزیز؟
این را سرخش میکنیم داخل روغن. من اینجا قبلا روغن مانده بودم که داغ شده. اینه میره گرفته همتون دایره. زیر گاز خود یک ذره زیادتر میکنیم. یک ذره چرق و بلق میکنه. دیگه سعی کنیم که خود از اینه مرغ ما به این برشتگی رسید. تکنه تو قدر خوب سرخ شد. این دیگه دانه دانه ایسا ایسا میکشم بیرون. این حالا دیگه سوس از این را با هم دیگه جور میکنیم. سوس یک قرمه نیست، قرمه مرغ و ریاست رولا جان، ولی متفاوت تر دیگه. باش که اول روغن شب ببینم که زیاد اینا نیست. خام از اما پیش دست ما رو به بانجان رو میدارم. فقط سس از این را جور میکنیم. سسش متفاوت تر. باش که اول در اینجا بیندازم که بسیار بیره خوب بیره دزی دیگه بانجان رومی من انداختم میره. میخوایم متفاوتتر پخته کنم. آرولا جان چکه نکوره میندازم. هانیه رو دیگه من کارخانگی دادم، گفتم برو دیگه توال چیز کن ساسه جور کن. اینال در این سوس خودم ما یک مقدار زردچوبه، مرچ سیاه، یک مرچ سیاه بودی دیگه، مرچ سیاه یعنی متفاوته. یکمکی هم مساله، نمک به مقدار ضرورت، فشار اینا نشه. و ای هم همون زعفران دم شدگی ما یک مقدار میندازیم. دیگه یک رنگ خیلی خوب شدن به خود گرفت. سمسی درست شد. از کچپای اصلا کده با کچپای بازا کده خوب دارد. اول رولات هم یک دانه از سینه مرغ. چی سینه مرغ مگم بینگ مرغ. پای مرغ. و یک کمکم از این. ای دیگه ایش را که سرخ کردم ایش را داخل برنج میندازم. حالا به این قسمت چکار میکنیم عزیزا؟ بح بح چی فلفل؟ مرج دلمه و فلفل خودم میندازیم. چی بشه دیگه خدا بگم عزیز؟ ما چیز خودت چی کردم؟ خواه ایرم باز آخری میندازم خیره. دیگه حال ما برای مواد اصلی خود که زمرد فلاو هسته او را آمادگی میگیریم. اینه این سوس ازی که هسته ای جور شده ای را ما برای بابای خود جور کردم. بابای ما که هسته برینجا ایتو چیز خوش نداره. نه رولا خوش نداره. گفت که بچم چه رقم گپ هسته. گفتم برو ما چاره تموم کنم دیگه. اینال یک مقدار آو میندازیم. آوش بسیار بسیار کم میندازیم. اگر آو جوش در پیش دستتان بود که بسیار خوب گپ است. در بغلا که دیک میندازیم. ایره مدت 15 دقیقه میمونیم. بخاطر از اینکه گوشت مرغ ما اوقدر چی نیست پخته شدگی سه نه. از اینال بریم بخواهی که ما زمرد پلاو خود پخته کنیم با ما همراه باشیم.
میفهم لایک داره نه لایکش کنید که دیگه ویدیو وایرال بشه. عزیزا اینه دیگه مرغ من پخته شد. حال ما آمدیم به مواد اصلی یک برنج بسیار مجلسی و خوبشی که اسمش نشسته زمرد پلو. حال اگر که شما دیده من از جوسر کشیدم انال ایره من تای مراحل شما بگم یه مذاب مرغ ماسته. اول از آب مرغ یک مقدار او برنج خود تیار میکنیم. یاد میاد شده نمیدازیم اینه مقدر. در قسمت دوم نمک خودم میدازیم. اما آب برنجی که ما تیار میکنیم هرچقدر که انداختنی بود آنه میدازیم. اینال دیگه آیسته آیسته مچی میکنیم. اینه میره میدازیم. ای از ای جالی ته شوه نه؟ بگی نیلوفر خانم ماشاءالله خانم نیلوفر خوبی را از جالی رقم من نیلوفر جان که تو ای را دیگه همی قسم تکنم نه باشه چی اگاب سبز داره سعی کنیم زمرده دیگه آه دیگه ایره به می ترتیب همی قسم میکنیم. الان نگفته نمانه ما یک مقدار کمی از کالر فود یا که رنگ دیگه استفاده میکنم که بسیار کم بسیار کم اندازه سر قاشق یک ذره رنگ دیگه استفاده میکنم به خاطر که اینه قسم چی رو تر بشه؟ او برنج خودم ماندم بخیر که چی شوه رولا جان همه او برنج ما جوش بیه. او برنج ما جوش کرد. او برنج خودم میندازیم دیگه. بخیر دیگه نمک خود اول اما تو یک مشتای داری دیگه شور نگه بخیر؟ نه موشه شور باز کوشش کنم زیر گازتان خوب زیاد بشه. نه زیر گاز که خوب زیاد بود دیگه برنجتان انشالله و تعالی که اصلا خراب نمیشه. یه دیگه جوش میتیم اونه مواد زمرد پلو مارم شما دیدین که از کدام مواد چه قسم هسته. اینه ایرا میمانیم که تا جوش به ایرا صاف کنیم تا دقایق آخرش هم کده ما باشیم بخیر. ازا باش که ببینم برنج ما شده یا نه. نه برنج ما هنوز دانه داره. یک میشکنه. 5 دقیقه دیگه هم وقت داره. 5 دقیقه دیگه میره خوب جوش میدیم. زیاد کفگیر نمیزنیم که برنج ما میده نشه. اینجا میمونم تا که برنج ماشه. من از فرصت استفاده کردم اینا موادای خود جور کردم یه مرغ سرخ کرده یه چیز ما شما دیگه پشت ظرف از چیزایشو نگردم میدونی چی هست خیر ظرف یکان دفعه کرکونه اینا هست دیگه مثل که از یک دان دوست ما گفت الله دیگه چقدر کنه هست شما پشت دیگه کنه نگردی مهاجریم یک چند وقت که موقع گزاره شود دیگه وقت نه شما سرپوش دیگه دیگه نمیذارو شده دیگه رولا جان شده نالی را صاف میکنم بله بیخی شده دیگه من ایر تا صاف کنم دیگه باش پس دوباره شما را صدا میکنم باز شما رو صدا کردم که ما بیاییم آخ دوستم سوخ خو عزیزان من برنج خود چی کردم جوش دادم اینجا که شما پیش پتنوس میگرین که این یک چی انداخته میخوام یک مقدار برنج یک کمش زعفرانی کنم به خاطر از این که دیزاین رویشی بسیار کم شده اوقدر زیاد نه زعفران اینجا ما یعنی زعفران هسته
ایره باز در بغلک برنج داخل دم میمونیم که کد دیگه برنج جای ما چی نشه. ای باز دیگه خودش دم میکشه دانای زعفران هسته. ایره درش را بسته میکنیم. این رقم میگم از این یه رال گوشه میمانم این طرف برینج خود این حاله چی میکنم؟ من اونه به شما دیدم که من روغن انداختم داخل برینج. بسم الله کده برینج خدا به خیر من حاله بیم هم از او مواد ما. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده این رقم. برنج خود از همون خاطر یک ذره دانه دار ماندم بخاطر از اینکه برنج ما چی نشه شوله نشه. یک مقدارم مساله برنجی میندازم. مر خود در این قسمت میمانم که چی شوه خوبی نرم شوه و ایم از او برنجی ماسته بیرم دن بغله کشمه تو میمانم مدت 45 دقیقه برنج خدا میمانیم. گنج گذاشید اینجا؟ راستی چیز ننداختم یادم رفت باش تو روغن اینجا روغن اما قبلا مانده بودم داخش رولا. روغن شو قدر زیاد نمیخوام میانه دیگه. اینال بخیر مواد خودم میمانیم مدت 45 دقیقه برنج زعفرانی خودم میمانیم دیگه منتظر باشین تا آخر برنامه کردیم ما. دوستا جهت خوشی از ما بگویم چی بگویم که شما ما را خوش کنین اینا فقط لایک و سابسکرایب کنین ما را از حمایتتان فراموش نکنین دیگه. من ایره بانم که زود کده پخته شوه که بتون بچه ها بخورن دیگه. اینجا بخیره نه پنج دقیقه اول از زیر گازم تو خوب زیاد میمانه. خب ایم ده اینجا باشه دیگه دوستا منتظر باشین که ما باشین. عزیزا دیگه ما پخته شد زمرد پلو ده بیبی ایم از برنج ما فقط نال یکمه کوره دیگه دیگه او قدر نواوریا کردم دیگه رولا جان یک دقیقه باشینی که یکمک برینج این برینج زعفرانی هست ها؟ آه این برینج های زعفرانی از ما زعفران چم چطور اینجا حالا من چیکار کنم من این مرغ خدا بکشم یک دفعه یک دفعه بکشم. این عزیزا من همین برنج خودم
به این قسم. این دانه دوم هم میتونیم به این قسم. یک کمک رو برنج زعفرانی هم برای مقبولی کار دیگه شما میتونین. ایش را رولا یک دانش را هم تو ساده رنگ سبز باشه همی رقمی خوب تر تره و یک دانه ما از یک دانه گلی نینجا جور کردم به اینجا میمانم. یه در این قسمت چیزی زیبایی و وحید تو باز آمادی هم؟ این اینجا عزیزار ایم از مرغ ما ایر دایرک دیگه این همین قسم هانیه دسترخوان عوار کردی یا نه؟ چون دیگه نه کم مانده رو میرم این قسمت هایش میمانیم و بریم دیگه دستر دسترخان دیگه که ایره نوشتیان کنیم. بریم بخیر رولا جان. ما آو لیمو رو به خاطر ازی درست کنیم که شدت گرمی زیاد است و چون میوز نوشابه و دوغ اینا که آو لیمو بهتره. آو لیمو رو به خاطر ازی که امروز خیلی شدت گرمی زیاده. همه از این چیزا بگیرن دیگه. بسم الله اجدا خوش آمدین. اینا دیگه من جمعه خیلی باز من دادم دیگه آل مور نان خدا بخوریم خیره. وای 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 این چه خوب گل جور شده یه یه من بازی کن دیگه همین آسی را پر کنم نوشتی که خلاصه بسیار زیبا است. بس بس یعنی سفرای دسترخان شما را رنگی می سازه. یه بسیار چیزی جالب امروز دیگه کل چیز مسبز سعی کنی نایی چطنی لالیاسی رفت از بیرون نبود در کتاب چون چیز میرم از گشنید اینجا نگشنیش پیدا میشن نه از پالک و سبزی و گندنه مش زیاد است ولو قدر پور پور دکی اندخته مو همه قبول پور پور ده میتنم خوبه یه ده رقم دو رقم پخته که یک قرمه یه بود که یکی صرف کده من مورد تو پخته کدم گفتم باش که یک دفعه بموله که شمیده یک دونه همین رو فر یکم بشکا بگه مرد تو گردن و مورد اگر چی؟ من یه رس اومده نه آنکه قط بده که بچه میکنه تلویزیون های کمت کم کنیم وقت نورم تلویزیون قبولنده که خوبه واقعا برین چیز خوشمزه هم بودم راستی؟ نه خیلی خوشمزه انشالله که شما ممزی بگیرین در خانه هایتان بخصه کنین عالی عالی یک نواوری خیلی خوب است که من یک دفعه بچشم واقعا عالی خیلی خوب شما دانه خیلی خوشمزه خواه عزیزای من دیگه تشکر که تا آخر برنامه کد ما بوده نه سفره ما را شما دیدین یک سفره بسیار غریبانه بسیار خوب شه دیگه تشکر که لایک و سبسکرایب کردین با ما بودین تا دقایق آخر برنامه وقت هم وقت نان هسته بیت شما را سلام نزدم شما در خانه هایتان پخته کنین خواه در خانه هایتان پخته کنین باز انشالله با هم گرم میزنین لایک و سبسکرایب یادتان نرن تا
کامنت های زیبا بر ما داشته کنین، با دوستایت هم شریک بسازین. دیگه وقتتان خوش، خداوند یار و مددگار. بای بای. یه طرف دوست